با گرمترین درودها به شما شنوندگان خوب رادیو مانی، شما که دوستدار روشنایی و روشنگری هستید و در آرزوی بهزیستی در این جهان و نه تنها در میهن خود و برای خود بلکه برای همه انسانها در همه جهان، شما می دانید که مرگ‌اندیشی و مرگ‌پرستی یکی از ویژگی‌های اصلی دین اسلام و مذهب تشیع است. ما در جریان جنگ ایران و عراق بارها دیدیم که هر بار کسی در جبهه ها کشته می شد، برای او بر سر خیابان ها هجله می ساختند و به پدر و مادر و بازماندگان کسی که کشته شده تبریک و تسلیت می گفتند. در منابر آخوندی و در کتب مذهبی تشیع هم بارها و بارها از مرگ ستایش شده و احادیثی از پیامبر اسلام و امامان شیعه در ستایش مرگ آورده شده. در واقع از اینکه رژیم میکوشد همواره مردم ایران به مرگ بیاندیشند باید پرهیز کنیم، اما چگونه؟ عشق به زندگی در نگاه آخوندی عشق به این دنیاست و میتواند مردم را متوجه پیشرفت و تمدن در دوران خودشون بکنه و به دنبال زندگی بهتری هدایتشون بکنه. اما اگر کسی از این دنیا بگذرد و این دنیا رو وا بگذارد برای این جماعت کلاش و دوز و چپاولگر و تنها به عنوان برده کار و مقلد و پیرو در یک کشور و در میان شیعیان یا مسلمانان زندگی کند، فردی پسندیده خواهد بود از دیده چون این جماعت سرکوبگر و حقبازی. آنچه که امروزه در ستایش مرگ به طور مستقیم و غیر مستقیم در رسانه‌های رژیم مطرح می‌شود و از سوی آخوندها و نیز در مراسم عزاداری در عاشورا و در تاسوعا که همه‌اش در ستایش مرگ و گریستن است و عزاداری، امری بی سابقه نیست. به ویژه شیعیان از زمان صفویه به این سو بسیار کوشیدند تا مرگ‌اندیشی و مرگ‌پرستی را به امری رایج در زندگی انسان‌ها تبدیل کنند. البته مردمان ایران هم مانند مردمان همه جهان زندگی را دوست دارند و می‌خواهند که در این جهان تا زمانی که زنده هستند با خوشبختی، با تندرستی و با آزادی زندگی کنند. خوشبختی و تندرستی و آزادی اما اموری هستند که توجه انسان را به این جهان جلب می‌کنند و توجه جهانیان را از آن دنیا که در واقع دکان کسب و کار آخوندی است دور می کنند و این چیزی نیست که نظام ملایی و آخوندی در ایران بخواهد آن را بپذیرد، گرچه از هر دو سو، یعنی از سوی رهبران و مراجع تقلید و به گفته خودشان علمای دین و از سوی دیگر مردم، دو جبهه وجود دارد در برابر هم. این در گوهر زندگی است، در گوهر زندگی یک جامعه هست که زمان خودش رو، زندگی خودش رو و جامعه خودش رو دوست بداره و بکوشد که زندگی بهتری داشته باشد. با این همه تبلیغات مرگ‌اندیش آخوندی همواره دست کم روح و روان مردم رو زیر تأثیر می‌گذارد، به ویژه با پشتوانه دین و مذهب که بسیاری از مردم ایران به این دین و این مذهب باور دارند. برای نمونه یکی از متفکران نخستین شیعه در ایران که کتاب‌های بسیاری تألیف کرده و همچنان تا به اکنون هم یکی از پیشوایان فکری و فقهی آخوندها و طلبه ها و حوزه های علمیه هستند، شخصی است به نام علامه مجلسی. عنوانی که برایش گذاشتند به عنوان علامه، یعنی اینکه دیگر عالم العلماست و در بالاترین سطح دانش دینی قرار دارد. علامه مجلسی در کتاب حلیت المتقین در صفحه 11 در فصل در تدارک مرگ می نویسد: در ذکر روشه‌ای از شدائد مرگ و احوال قبر بدان که احادیث در فضیلت و فواید مرگ و احوال بعد از آن بسیار است که باعث زهد می شود از دنیا که منشأ تمام گناهان و عقوبات است. یعنی می فرماید که این دنیا منشأ تمام گناهان و عقوبات است و باید نسبت به آن زهد را برگزید، به آن پشت کرد و به فواید مرگ و به فضیلت و برتری مرگ اندیشید.
او ادامه میدهد و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بسیار وصیت میفرمودند بیاد مرگ و میفرمودند که آن شکننده لذت است و حائل است میان شما و خواهشای شما. یعنی لذت از دید پیامبر اسلام امری مذبوح و ناپسند بوده است و او مژده می داده که مرگ این لذت را در هم می شکند و این لذت دیگر وجود نخواهد داشت و مرگ حائل است میان شما و خواهشای شما. پنداری که خواهشای شما از آنجایی که دنیوی هستند و گیتوی می توانند مخل زندگی معنوی شما برای رسیدن به بهشت باشند و بنابراین شما باید خواهشهای خودتون رو کنار بگذارید و از زندگی لذت نبرید. و پیامبر فرمودند که اگر حیوانات می دانستند از مرگ آنقدر که شما می دانید گوشت فربهی نمی یافتند. زنهار زنهار که مرگ را یاد کنید که چاره مرگ را نیست، اینک میرسد راحت برای آنها که برای بهشت سعی کردند و شقاوت عذاب از برای آنها که فریب خوردند و برای دنیا سعی کردند. پس به تحقیق که حیات هر کسی در دست خداست و سعادت ابدی بر او لازم است و هر کسی اجلش در میان دو چشم اوست و آرزوها به پشت سر او. فرمودند که زاهدترین مردم کسی است که فراموش نکند قبرها و پوسیدن جسدها را و ترک کند زینت دنیا را و اختیار کند باقی برفانی و خود را در سلک اهل قبور شمارد. و در حدیث معراج فرمود که دیدم ملکی را که ملک الموت بود و گفت حضرت محمد پیامبر مسلمین آشکارا بیان کرده است که باید همواره به قبرها بیاندیشید و خود را در قبر ببینید و به پوسیدن بیاندیشید و زینت دنیا را ترک کنید و خود را در سلک اهل قبور، یعنی کسانی که در قبر خوابیده‌اند، به شمار آورید و مبادا که بیاندیشید به زندگی و به این جهان. حتی اگر حیوانات هم از مرگ آگاهی داشتند چاق و چله نمی شدند و همه لاغر و استخوانی می شدند لابد. چرا؟ چون آدم نادانی که به مرگ نیندیشد احتمالا چاق هم می شود. پیامبر اسلام که خود در واقع قبیله خود و لشکر خود را به غارت و چپاول ملت‌های دیگر و قبایل دیگر وادار می‌کرد و از اونها پس از اینکه در جنگ پیروز می‌شدند سهم پیامبر می‌گرفت و خمس و زکات می‌گرفت، گفته است که دنیا درهمی است نزد من و نیست خانه‌ای مگر آنکه پنج بار اهل آن را ملاحظه می‌کنم و یک یک را وارسم و چون بر میتی بگریند گویم مگریید که مرا عودی بعد از عودی به سوی شما هست تا یکی را نگذارم. گفتم مرگ کافی است برای شکستن آدمی. یعنی تمامی دنیا در نزد پیامبر اسلام به اندازه یک درهم، یک شاهی، یک تکقرانی ارزش نداشته است. با این همه من نمیدانم چرا او با خدیجه، یکی از زنان تاجر و ثروتمند عرب، ازدواج کرد و چرا آن همه حرص و ولع داشت برای گرفتن خمس و زکات و سهم پیامبر و در واقع خودش هم در جنگ هایی که میکرد نگاه نخستش به غارت و چپاول بود. این را البته اسناد تاریخی میگویند و نه من. و به روایتی محمد رسول الله فرمودند هر کرا یاد مرگ گرانی کند میباید قبر خود را روزه ای از ریاض بهشت فرض کند. یعنی قبر را باید باقی از باغهای بهشت فرض کرد و در واقع اگر چنین باشد باید هر کس بکوشد که زودتر بمیرد تا به قبر برود، در اونجا دفن شود و در واقع وارد بهشتی از بهشت‌های الهی برسد. در می‌یابیم که از نگاه محمد رسول الله قبر یک بهشت است. البته گرچه قبر نصیب همگان می‌شود، کسی را از مرگ گریزی نیست،
اما من تعجب میکنم این همه حرص و ولع برای زندگی در میان پیروان محمد و این آخوندها و در واقع کسانی که حتی لباس آخوندی هم ندارن ولی تفکر آخوندی دارن برای چیست؟ خب وقتی اینها مریض میشوند چه آیت الله ها چه آخوندها چه سران سپاه و چه مؤمنان بلافاصله به بیمارستان میروند، پولدار باشند به بیمارستان های انگلستان و آمریکا میروند و سعی میکنند تا اونجایی که میشود زنده بمانند و پرهیز دارند از اینکه زودتر بمیرند، به قبر بروند و در اونجا در واقع وارد بهشتی یا روضه از ریاض بهشت شوند. و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که مرگ دنیا را رسوا و برای عاقل در دنیا فرح نگذاشته و فرمود بسیار یاد کنید مرگ را و بیرون آمدن از قبرها را و ایستادن نزد خدا را در موقف حساب تا مصیبت‌های دنیا بر شما سهل و آسان گردد و هر که فردا را از عمر خود حساب کند مصاحبت نیکو نکرده است مرگ را. بله، حضرت امیرالمؤمنین شیعیان مدعی است که باید همواره برای عاقل ماندن در دنیا به مرگ اندیشید و اینکه فردا پس از مرگ در روز رستاخیز ما در برابر خدا خواهیم ایستاد تا حساب گناهان خودمون رو پس بدهیم. البته اگر شما میبینید که این نسل معیوب است کوتاهی از من نیست، کلن این آقای علامه مجلسی یکی از بی‌سوادترین فارسی نویسان دوره خودش بوده، گرچه علامه بوده و پیشاهنگ همه فقیهان و نویسندگان شیعی، اما در مقایسه با نویسندگان پیش از خودش که گرچه مسلمان بودند اما ادعای آخوندی نداشتند، آدمی است بسیار عقب مانده با نسلی بسیار واپس مانده و محتوای نسلش را هم همین است که داریم میخوانیم و میشنویم که چگونه آدمی بوده است. به هر روی حضرت ادامه میدهند خوشا حال کسی که نفس خود را ذلیل شمارد. نفس در اینجا یعنی جان خود را، زندگی خود را، تندرستی خود را، لذت‌های خود را، هستی خود را. بنابراین از نگاه پیشوایان تشیع و اسلام خوش به حال کسی است که نفس خود را خار بشمارد و کسبش حلال باشد، همونطور که مال آخوندها حلال است داریم میبینیم، و باطنش شایسته و خلقش نیکو و زیادتی مالش را به خیر و زیادتی سخنش را نگاه دارد و فرمود بقیه عمر قیمت ندارد و تدارک می شود با آنچه مرآینده است. و روزی داخل قبرستان شد و خطاب فرمود که ای اهل تربت، یعنی ای مردگانی که در خاک دفن شده اید، و ای اهل غربت، اما خانه های شما را دیگران ساکن شدند و زنهای شما را دیگران نکاح کردند و مالهای شما را قسمت کردند. این از خبری که در نزد ما و بس. کاش می دانستم نزد شما چه خبر است. حالا این باغ بهشت که در واقع همون قبر است و در 7-8 صفحه پیشتر از این قطعی که الان براتون بخونم آقای علامه مجلسی گفته بود که بهشتی از بهشت‌های خداست، در جای دیگری چنین توصیف می شود: هیچ بنده مسلمانی نیست که بگذرد به مقبره از مقابر مسلمانان مگر آنکه اهل قبور به او گویند ای غافل، اگر تو می دانستی آنچه ما می دانیم البته می گداخت گوشت بدنت. و از حضرت امام جعفر صادق منقول است که قبر هر روز ندا می کند که منم خانه تنهایی و وحشت و منم خانه تاریکی و ظلمت و منم خانه مار و عقرب و کرم و حشرات و منم خانه قبر
به هر روی ستودن مرگ، ستایش مرگ، آن هم البته نه برای خود بلکه برای پیروان و مقلدان از سوی پیشوایان دینی و مذهبی، بخشی از ایدئولوژی و بخشی از امکانات اونها برای به انقیاد درآوردن روح و جان و فکر آدمیان است و بیهوده نیست که ما میبینیم در همین جمهوری اسلامی مسئله مرگ و روزهای عزاداری به مراتب بیشترند از مسائل مربوط به زندگی و روزهای شادی. روز شادی که ندارند، روزهای شادی هم اگر هست مانند نوروز و شب یلدا و جشن صده و چهارشنبه سوری و سیزده بدر، جشنهای ایرانی هستند که ستایندگان زندگی بودند و اهل این جهان بودند و البته هنوز هم چه بخواهند و چه نخواهند هستند. همه تلاشی که میکنند برای ارتزاق یا برای مالندوزی یا برای بیشتر داشتن و متمول شدن ناشی از این است که انسانها به طور طبیعی به این جهان میاندیشند و میخواهند در این جهان خوب زندگی کنند. اما طبقه آخوند که خودشون هم این گونه می اندیشند و هرگاه که دستشون برسه ثروت می اندوزند و غارت می کنند و ما نمونه های فراوانش رو هم در تاریخ دیده ایم، از صدر اسلام و هم در روزه و در جمهوری اسلامی و همه کشورهای مسلمان، از پادشاهان عربستان گرفته تا ثروتمندان عرب مسلمان، می بینیم که گرایش انسان به این جهان است و در پس پشت ذهنش هر آدمی می داند که بعد از این زندگی دیگر زندگی وجود ندارد و نه از بهشت خبری هست و نه از آسمان هفتم و نه از روزی رضوان. موسیقی، شادی، رقص، پایکوبی، تلاش برای بهسازی زندگی، زندگی خود و دیگران در گوهر آدمی است و تا کنون هیچ دینی نتوانسته این گوهر را به کلی از وجود آدمیان و پیروان خودش بزداید. ممکنه در بعضی ها این رو تضعیف کرده، اونها رو دچار تردید کرده و باعث شده که اونها با تردید از زندگی این جهانشون لذت ببرند، اما ادیان هرگز نتوانستند مردم را از این جهان به کلی دور کنند و یک سره قربانی مرگ و مدهوش آن جهان خیالی کنند. خیام، یکی از شاعران بزرگ ایران، در تمامی شعرهایش همین سخنان را با زبانی بسیار شیوا، کوتاه و گویا سروده است و برای ما به یادگار گذاشته است. نه تنها او بلکه کسان دیگری مانند حافظ و سعدی و شاعران دیگر، نویسندگان دیگر، و ما میبینیم که عملا مردم هر جا که داوطلبانه بخواهند به سوی شعر و ادبیات بروند، در ایران به سوی خیام و حافظ و سعدی و فردوسی میروند و تنها تحت تأثیر القاعات و تبلیغات مذهبی است که میروند و کتابهای دینی را میخوانند یا پای منبر آخوندها مینشینند تا کمی هم از آن دنیا خبردار شوند.